درود و صد درود به شما بیننده های عزیز ITC، همراهان خوب و همیشگی و با وفای تلویزیون ایرانیان کانادا در واپسین ساعت های سال 1402 با ویژه برنامه نوروزی 1403 مهمون خونه هاتون هستیم. از تورنتو من ساقی هستم، امشب همراه من شهرزاد عزیز و خشایار نازنین رو داریم. درود بر شما هم میهنان و فارسی زبانان عزیز، من هم به نوبه خودم پیشاپیش سال 1403 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از شادی، عشق و البته جیب پرپول داشته باشین. درود بر شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون ITC، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. منم به نوبه خودم سال 1403 رو بهتون تبریک میگم. اول از همه برای همتون سلامتی میخوام و دوم فقط جیب پرپول، چون جیب پرپول همه چیزو میتونی باش مهیا کنی به غیر از سلامتی. امیدوارم که امروز با ما باشید، کلی برنامه‌های باحال واسهتون داریم، مهمانان جذاب و این ویژه برنامه رو از دست ندید. خب بچه‌ها، خیلی خوبه که امشب رو کنار هم هستیم. اول از همه در این ساعت‌های پایانی سال و کنار شما بیننده‌های عزیز با برنامه‌های خاصی که براتون چیدیم، همونطور که خشایار برامون گفت. اما یه جمع‌بندی داشته باشیم راست روی سال 1402. برای من خیلی سال خوبی بود، علی‌رغم چالش‌های مختلف زندگی که خب خیلی طبیعیه، ولی خیلی سریع گذشت و من خیلی اینو میشنوم که چقدر زود گذشت، چشم هم زدیم سال تموم شد، انگار همین دیروز. حالا از این جملاتی که کلیشه‌ای که داریم که همین دیروز، انگار نوروز پسان سال گذشته بود. برای شما چطور بود؟ فکر کنم برای هممون همینطوری، قطعا فکر می‌کنم برای بینندگانمون هم همینجوری باشه، به خاطر اینکه این زندگی تو کانادا من نمیدونم چه جوریه، یه جوریه نمیفهمی کی اول هفته شد، کی آخر هفته شد، کی اول ماه، کی آخر ماه. ولی برای من به شخص خیلی سال پرکاری بود، خیلی زحمت کشیدم زیاد، ولی خب در کل سال خوبی بود، علی‌رغم همونطور که تو گفتی چالش های زیادی برام پیش اومد که واقعا خودم خیلی محک زدم تو این چالش ها و بزرگتر شدم از نظر خودم. چی از این بهتر؟ دقیقا، ولی خب در کل سال خوبی بود، همین که سالمیم الان تو این لحظه کنار هم نشستیم، این سال جذابی بود برای منم. خب خیلی سال پرچالشی بود و از همه مهمتر من سال 1402 ازدواج کردم. سال به خصوصی بوده واسه من و کلی اتفاقای زیادی افتاد. پدر مادرم رو بعد 4-5 سال دیدم، اینم خیلی برای من ارزش داشتش. ولی سال شلوغی بود، یعنی واقعا همش پر از اتفاقای جور و جور و تو زندگی شخصی خود من، یعنی هر روز یک موضوع داستان بود، ولی در کل سال خیلی خیلی خوبی بود حداقل برای من. خب خدا رو شکر اون تغییره، تغییر تو زندگی خودش نیازمند مقدمه چینیه، بعد ورود میکنی، تازه بعد از اینکه یه تغییر بزرگ تو زندگی ایجاد میشه تازه تا بهش عادت کنی و تا جا بیفته. آره برای خشایار فکر کنم خیلی سال خوبی بود، ازدواج که کرده، پدر مادرش که دیده چی از این بهتر. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی خوبی برای من بوده. اما من چون روز خاصیه برای شبه. ما همه ایرانی، ببخشید، شب خاصیه برای همه ما ایرانی ها. و چیزی که من میخوام راجع به شما دو نفر بپرسم، راجع به عید نوروز، راجع به خاطراتی که ما موقع داشتیم، راجع به من که خودم کلی خاطرات باحال دارم، میخوام بدونم که برای ما چطور بوده؟ آره برای شما چطور بوده؟ یه چیز مشترکی که بین هر سه ما هست اینجا و حال خیلی وقتا ما با همکارمون که اینجا میشینی این چیز مشترک نیست. خیلی اینجا بیشتر سالهای زندگیشون رو گذروندن و خیلی برعکس، و ما تقریبا به نسبت مشخص و مساوی سالهای بیشتری رو ایران بودیم، کودکی، نوجوانی و حالا تو بزرگسالی چند سالیه که همه اینجا هستیم. نوروز اینجا و نوروز ایران رو نمیخوایم بریم تو بحث مقایسه، ولی ناچارن میریم و خیلی فرق داره. با وجود ایرانیای زیادی که اینجا داریم توی تورنتو، واقعا اون غربت، اون دور بودن از وطنه به اون شدت احساس نمیشه، ولی اون حال و هوا و بودو بودوهایی که اینجا قبل از کریسمس میبینیم و ما قبل از نوروز تو ایران همیشه میدیدیم، تو هر شهری که بودیم، هر شهری یه قسمتی داشته که
به هر حال اون خیابون، اون بازار، اون بازارچه بوده بوده های آخر سال و خرید هفت سین و ایناش همیشه پررنگ‌تره. اینجا اونو نداریم ولی تو ایران واقعا داشتیم و اون حال و هوا اصلا انگار که از پنجم ششم اسفند که رد می‌شدیم میگن اوه خیابون بوی بهار میده، بوی بهار میاد. برای من اینجوری بوده و همیشه در هر شرایطی، حتی سالایی که سالای خوبی نبوده بنا به دلایل مختلفی که حالا برای هممون بوده، چه اجتماعی چه شخصی، ولی هفت سینه رو سعی کردیم همیشه داشته باشیم، بوده بوده ها رو داشته باشیم، تلاش کنیم دوباره برای اون نوشادنه. شما حالا چطوره؟ براتون بوده؟ به نظر من، تقریبا با نظر ساقی جان هم نظرم، به خاطر اینکه اینجا یه مقدار نوروز حال و هوای، یه مقدار که نه خیلی، یه حال و هوای ایران رو نداره. درسته خب ما اینجا سوپرمارکت‌های ایرانی داریم، بازارچه‌های نوروزی داریم که خب همه میتونن برن خرید هفت سینشون رو بکنن، حالا شیرینیشون رو بخرن. تو اون قسمت‌ها که وارد میشی یه ذره اون حال و هوای میاد داخله، ولی به محض که از در اونجا خارج میشی، چون خب شهر حال و هوای نوروز رو نداره. ولی خب ایران که بودیم، من یادم وقتی خیلی کوچیک بودم، 5-6 روز اول همش عید دیدنی بود. آره. یعنی همش از خونه این میامدیم خونه بود، از خونه میامدیم خونه بود، خیلی زیاد. یعنی بعض اوقات مثلا من کوچیک بودم، یادم مامبا میفته من خسته شدم من نمیام دیگه. آره دیگه، برای بچه ها خیلی جذابیتی نداشت. چرا خورد و خوراک البته برای بچه ها عید گرفتن خیلی باحال بود. آره اون اصلا به عشق اون میرفتی، بقیهش نه، فقط عیدیه. ولی خب اونم از نظر من بعد از فکر میکنم حداقل من از 13-14 سالگیم که رد شد، تو ایران هم یه مقدار کمتر شد اون حال هوا، حالا تو شهر رو اینه که همچنان بود، ولی چون همه شروع کردن مهاجرت کردن، هی رفته رفته اقوام از هم دور شدن و اون دید و بازدید خب کمتر شد، ولی همچنان پابرجا بود. ولی خب اینجا اکثرا همه سر کارن، ما تعطیلی نداریم، ما خانواده همه خانواده اینجا نیستن. ولی خب همچنان تلاش کردیم که باشه، خوشحالیم و زنده نگه داریم، زنده نگه داشتیم. رو آره. و همچنان اون 13 روزه رو خب نداریم مثل شما که تو ایران هستیم، ولی داریم نوروز رو و عید و عید دنیارو هم در حد دوست آشنایی که اینجا هستن، یه خانواده‌ای که حالا درجه یک فقط داریم دور برمون انجامش میدیم. مخصوصا این هفته گذشته که این بازارچه‌های نوروزی جاهای مختلف بودش، موقعی که میرفتی تو این بازارچه‌های نوروزی، حال و هوای ایران، آره. میدید که هر کی چیزای باحال، یکی ماهی داره، یکی یه هنرهای دستی از نقاط مختلف ایران، خیلی چیزای باحالی بود اینجا. میدونم که شما هم رفتید و اونجا کلی حال کردید. من خودم به شخص الان شما داشتین حرف میزدید راجع به عیدی و اینا که داشت میگفت، ما چون اصالتاً اهل شمال هستیم، هیچ وقت اونجا زندگی نکردیم ولی من عاشق شمالم، ما اصالتاً اهل ساری هستیم و توی ساری یک کوچه‌ای هستش که پدر بزرگ من، خواهرش، برادرش، خواهرش و تمام خواهر برادرش که 8-9 تا هستن، همه توی یک کوچه هستن. اسم اون کوچه خیلی جالبه، اسم اون کوچه، کوچه اتحاد هستش. آه به اسم آره. فامیلی شما. آره فکر کن اینا حالا 8-9 نفر هستن و اینا هر کدوم 5-6 تا بچه دارن، اونا هر کدوم 4-5 تا بچه دارن، یعنی همه همونجا. آره همه نه، فقط اون خواهر برادرایی که به قول معروف نسل یک هستن اونجا هستن، ولی بقیه اینا همه هر جای دنیا باشن، هر جای ایران که باشن، عیدا میان ساری و توی این کوچه همه شروع میکنن از همدیگه، از این خونه، از اون. اینه تو کجا داری میری؟ مثلا من دارم میرم خونه عمه خانوم، اون میگه من میرم اونجا میبینم. خیلی باحال بود. ما متاسفانه این چیزها رو اینجا نداریم، خوش به حالتون که شما همچنان دارید، ولی ما اینجا سعی میکنیم که این سنت ها رو هر جوری که شده حفظ کنیم، به بچه هامون یاد بدیم که اونا هم همین سنت ها رو حفظ کنن. به نظر من این خیلی مهمه که ما مهاجرین این سنت های خودمون رو نگه داریم و به بچه هامون یاد بدیم و از اونا بخوایم که اونا هم این سنت ها رو نگه دارن. نظرتان؟ قصن همینه، قصن. مخصوصا بچه هایی که اینجا به دنیا میان یا بزرگ میشن، خیلی خوب کمتر اتفاق میفته که پدر مادر اصلا یه
تعصبی دارن روی این که به بچه ببخشید البته جسارت بیننده های عزیز ما نشه، ولی خب ما این رو زیاد میبینیم که به بچه اجبار نمی کنیم که مثلا یه چیزی از ما بدونن یا فارسی صحبت کنن، ولی اینقدر قشنگه اینا و این نوستالژیه که الان ما داریم در برش حرف میزنیم، همینا میشه دلخوشی. این نوستالژی بازیه که توی این 10 سال اخیر راه افتاده برای چیه؟ برای اینه که ما از اون حس و حال راحتی که داشتیم، از اون حس و حال خوشیایی که واقعا بدون هیچی داشتیم خیلی دور شدیم و یاد اونها به ما دوباره آرامش میده، یه حس خوبی میده. من یادمه اتفاقا ما هم شمالی هستیم، البته میدونیم از قبل، ما هم بگن از قبل میشنستیم قبل از که شما رو اینجا ببینید، و اون 13 روز شما شمال زندگی نمی کردیم. حالا یه جورایی میگن که توی کشور خودمون هم غربت بودیم دیگه، یه جوره شهر دیگه خب غربت محسوب میشه، ولی 13 روز عید و 3 ماه تابستون خلاصه شمال بودیم. الان بعضی وقتا فکر میکنم بابا اون مادر بزرگ پدر بزرگ بیچاره جیر اون 3 ماه اون 13 روز چشم هم بزنید تقریبا میگذره، ولی 3 ماه تابستون تعامل میکردم. وقتی مهمونه کسی به ما خوش میگذره دیر میگذره. آره برای ما ولی خیلی زود میگذره، ولی اون روزا تکرار واقعا نمیشه. اون حال هوایی که تو بچگی داشتیم. و نکته ای که گفتی خیلی برام جادش که ازت بپرسم، گفتی که همیشه اون عیدا همه با هم دختر خاله پسر خاله پسر عمو پسر عمه حالا هرچی همه دوره هم جمع از این خونه به اون خونه موقع بچگی. الان تو ایران هنوز به این سمت و سو هست؟ سمت ما هست. توی شمال هستش، هر کسی که مونده آخه میدونی خیلی ها مهاجرت کردن. بله. حالا اونه که موندن، اونایی که موندن همچنان من میدونم که چون هر سال تلفنی باشه صحبت میکنیم با مامان صحبت میکنم میگه ما رفتیم فلانجا اینا بودن، میبینم که هنوز اون سنته هستش برای اونا، ولی خب خیلی ها مهاجرت کردن. بله. بعد خیلی ها متأهل میشن میرن شهر دیگه، اینا هم تاثیر میذاره. البته اینا همشون باز عید اگر ایران باشن همه میان شمال، مگر اینکه ایران نباشن که جمعیتشون هم همش داره بیشتر میشه، روز به روز داره به این جمعیت مهاجرین اضافه میشه. ولی چی کار میشه کرد؟ کاری نمیشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. من خودم تقریبا میتونم بگم 70% از اقوام و فامیلام مهاجرت کردن. اون 30% هم که موندن شهرهای متفاوتن که اکثرا هم وقتی نوروز میشه همه مسافرت میرن. یعنی عملا اون چیزی که تو بچگی تجربه کردیم دیگه تکرار نمیشه متاسفانه. و چقدر خاطرات شیرین. من بودم بچه های الان چه خاطراتی مثلا میتونن 20 سال آینده مثلا تعریف کنن؟ ما یه چیزایی داشتیم که الان مثلا ندارن بچه ها، یعنی اینا هم چیزای خاص خودشون دارن توی این دور زمونه. آره. اونا مدلاشون، چون این حرفی که ما میزنیم اونا اصلا درک نمیکنن. خب که چی؟ چقدر مثلا حوصله سربر بودین همش از این خونه به اون خونه. آره، ولی اون قسمت عیدی رو که میگه خب میرفتی همونجا اول عیدی رو میگه میگفت خداحافظ من رفتم. خیلی جاها که میرفتی آخر سر، یعنی اکثر جاها آخر سر عیدی میدادن همش دلده میکردن خب بریم کی به ما عیدی میدن. اون تذیر موقع رفتن صدی ندی دویستی بده چیزایی میرفتی میگفت یه پنجایی بابا پنجایی آخه چی کاره من میرفتم. این هفتین که ما داریم که خب ماها همه میدونیم هر کدومش تک تکش یه معنی میده و چقدر زیباست. یعنی خب ما اینجا کریسمس رو داریم، کریسمس به نوبه خودش خیلی زیباست، از اون درختی که تزیین میشه و خب اونا در واقع سنت‌های خاص خودشون رو دارن، ولی به نظر من کادو آوردن بابا نوروز اصلا یه حس، من فکر کنم بیشتر به خاطر اینکه با اومدن بهار شروع میشه، چون کریسمس خب تو زمستونه. بله. فصل اتفاقی براش نمیفته. زمین و ولی نوروز همین که با بهار شروع میشه سبزی میاد، مثل سبزی که میذاریم، یعنی نو شدن رو نشون میده. سال نو اصلا همینه. ما تو برنامه یلدا تو من خیلی بهش پرداختیم که خب یلدا اصلا برمیگشت به این که امید به نور و رسیدن به نور. خب حالا نوروز هم یک جشن زیبای دیگه سنت ایرانی هست که هرچند که کشورهای زیادی این رو جشن میگیرن که واقعا مصادف با نو شدنه و
به نظر خیلیایی که غیر ایرانی هستن الان بهش رسیدن، حالا طی سالهای اخیر که بیشتر نوروز ترویج داده شده و دربارش صحبت شده، آموزش داده میشه که دقیقاً سال نو باید شروع بهار باشه، زمین زایش میکنه، زمین نو میشه. و خیلی مفتخریم واقعاً چه خیلی چیزا به ایرانی بودن، دقیقاً که ما ایرانی هستم، ما خوبیم. برای من اتفاق من نهایت آخرش فقط ما خوبیم، ما خوبیم آخر. خیلی جالب بود، من امروز توی آسانسور قبل اینکه بیایم اینجا با سبزه تو دست، یه خانم چاینیز منو تو آسانسور دید، یه گفت هپی نوروز. من اصلا خیلی شوکه شدم. میدونست که این قشنگ، یعنی فقط امروز روز نوروزه و میدونن که واقعا شاید تا چند سال پیش نمیدونستن اصلا، ولی خب برام خیلی جالب بود. اینو ما مدیون همین چند تا مهمونیم که در چند ساعت آینده میبینیمشون. بله که نوروز رو به ثبت رسوندن و خب تو استان اونتاریو قانون شده که حتما جشن گرفته بشه. بله. و واقعا ما مدیون عزیزانی هستیم که کسایی که توی ایران هستن این حس ما رو درک نمی کنن. ما چون که در هر صورت اینجا مهاجر هستیم، وقتی که میبینیم که به مهمترین سنت و سنت فرهنگ ما اینجوری مردم جهان میدونن راجبش، بهش احترام میذارن، واقعا باعث افتخار ماست و ممنونیم از اون کسایی که اینو به ثبت رسوندن. واقعا برای ماهایی که مهاجر هستیم این ارزش داره. بله اینجا واقعا سرمونو بالا سر میتونیم بخیلیم. این واقعیته. حالا واقعا ماهایی که تورنتو هستیم، از دیگه دیگهی که از هر جای دنیا ما رو تماشا میکنید و خیلی برای ما عزیز هستید، میدونید که هر شهری خارج از ایران حالا هوای شهری مثل تورنتو رو نداره و اصلا اینجا غربت احساس نمیشه. و خب این خودش هم یه نکته مثبتی که بهش میبالیم که کامیونیتی قوی داریم در شهر تورنتو و بهشون مفتخریم. مرسی. مخصوصا تو ریچموند هیل. مخصوصا تو ریچموند هیل. سلام 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 به شما، قربان شما. به سلام به همه. آره تو آسانسور با همه فارسی حرف میزنی، تو پارکینگ، تو خیابون، تو سوپرمارکت، همه جا. واقعا مثل این که میگن 20 سال پیش اینجوری نبود. نه خدا رو شکر که اینقدر حداقل ما که اینجا هستیم مهاجران ایرانی زیادی هستم. بچه خاطره این که خیلی از بچگی توی ذهنتون مونده باشه، خیلی خاص باشه از نوروز. نوروز یه چیز خاطره هر سالی که داشتیم اینه که به محض اینکه اسفند خب تموم میشد و میرسیدیم به عید، اون که میخواستیم بریم شمال، خب این خودش همیشه لذت بخش‌ترین بخش خاطره نوروزی منه. حالا من بذار فکر کنم خشایارش زیادت هست. من خاطره نوروز، من بیشترین مشکلی که با نوروز داشتم پیک شادیش بود. یعنی اینو من نمیدونستم که این پیک شادی آره نه واسه من جالب بود که از روز اول مامان به من میگفت خشایار این پیک شادی رو روز به روز حل کن، روزی یکی دو صفحه از آره نظر آخرش میخواد 26 صفحه رو حل کنی روز به روز. منم میگفتم حله اوکی من انجامش میدم، اصلا نگران نداشت. الهی بمیرم واسه روز 13 فروردین خودش هر 26 هفت صفحه رو میشه مینوشت و چقدر هم دلم واسه تنگ شده. از اینجا نوروز به مامان عزیزم تبریک میگم، الهی قربونت برم، بعدش تلفنی باهات صحبت میکنم. سایش مستعد. پس از خاطرات بعدت گفتم البته تهش ختم بخیر میشده. آره دیگه هر خاطره که آخرش با مادر باشه. البته خیلی کوچولو نبودم ولی حالا 9 سالم بود دیگه، اینو قشنگ یادمه. خونه با بزرگم میرفتیم، خب حالا همه شلوغ بود و همه در هیاهوی این که داره به سال تحویل نزدیک میشه و من با بزرگم یه اتاق داشتن که از این اتاقایی که رخت خواب میذاشتن قدیمی ها، ما میرفتیم تو اون اتاق این رخت خواب بالا پای میریختیم، دوباره میز کوه درست میکردیم. هیچی هم نمیگفت اون اینقدر عشق بود، هیچی نبود، ساده بود، یعنی نه لپتاپ بود نه اینترنت بود، ولی اینقدر اون حس و حالش خوب بود که من همچنان یادمه، هیچ وقت هم از یادم نمیره که چقدر ساده بود در این سادگی، ولی اینقدر زیبا بود که هر سال، خب حالا این اتفاق زیاد در طول سال میفته ولی چون نوروز بود اون هنوز هوا سرده
آره اون اتاقا گرم، حالا یا توش چراغی روشنه. شمال خب عید که میریم همیشه بارونه و خیلی وقتا بعد بشینی تو خونه، یعنی جایی خب نمیشه، همش بارونه. ولی اون همون تو خونه نشستن و کنار اون چراغ علایالدینه و اینکه یه دونه کدو تنبلی هم روی اون چراغه گذاشتن که درست بشه شمالی، خب اینو خیلی میخورن کدوی تنبلی که آره نه کهی پلا بهش میگن، کوی پلا نه کهی پلا، خب مثلا انگلکی ها میگن کوی. آره اون کدو تنبله هست نارنجی ها، بله بله، با برنج هم قاطیش میکنن جدا جدا میخورن. آره اونو مثلا جدا ما میخوریم، آره که حتی ته میگیره ته اون قابلمه های روحی که اون ته یه حالت تعدیق مانندی و خیلی حس حال خوبیه. اون صدای نم بارون هم میخوره به اون شیروانی ها، خیلی اینا لذت بخش بوده، همچنان یادآوریش برامون لذت بخشه. هر جا که هستین اگه شمال هستین الان جای ما رو خالی کنید، لذت ببرید و سفراتون خیلی لذت ببرید، میتونم بهتون خیلی خوش بگذره. جایی نرید، بریم برگردیم، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه.